آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی. پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامبیز حسینی هستم، مهمان شما حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت ایران در فنلاند، و این پارازیت است ملت، برنامه برای بست استکبار در تک تک سلول های بنیادی بنیادگرایان حاکم در ایران. این پارازیت است ملت، برنامه که دولت تعیین می کند، برنامه که تو دهن این دولت می زند، برنامه که دولت تعیین می کند، برنامه که به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کند، این برنامه به پشتیبانی این که مردم او را پارازیت است ملت، برنامه از طرف بچه های انقلاب که در 30 دقیقه آینده بنیان قدرت را قلقلک میدهد. در هفته گذشته علی مطهری جیگر کرد و گفت مجلس به شاخه‌ای از بیت رهبری تبدیل شده. شوهر خواهر ایشون علی لاریجانی رئیس مجلس هفته پیش گفته بود ما تو مجلس اگه قانونی رو تصویب کنیم بعد بفهمیم برخلاف نظر رهبری، قانون رو می‌ذاریم دم کوزه آبشو می‌خوریم. خلاصه اینکه دعوای خانوادگی مطهری و لاریجانی ها زده بالا، خدا به داد برسه. محمد خاتمی هم گفت حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم، اصلا از سال 84 نباید در انتخابات شرکت می کردیم، ما موندیم دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو. بالاخره آقای خاتمی شما اصلاح طلبی براندازی چی هستی برادر من؟ تاجزاده هفته پیش گفت با وجود جنبش سبز دیگر شرکت در انتخابات معنا ندارد، یکی بیاد به ما بگوید بالاخره این جنبش سبز رو کی خریده زده به اسم خودش به نامش کرده قایم کرده. ما که به هر کی میگیم میگه جنبش سبز مال منه، بهت نشون نمیدم. پگاه آهنگرانی وقتی میخواست از مرز رد شه بره آلمان ظاهرا ناپدید شده، خبر هنوز تایید نشده، اما دختری با کفش های کتانی معلوم نیست کجاست. خدا کنه جاش امن باشه و الا ما اعصاب مصاب نداریم شلوغ میکنیم ها. گفته باشم مصباح یزدی هم گفت هنوز به احمدی نژاد اعتقاد دارم و از او حمایت میکنم. ما هم میگیم بکن تا چشت دراد، مال بد بیخ صاحبش. لباس شخصی ها از برگزاری مراسم 40 صحابی ها جلوگیری کردند، امیدواریم کسی از برگزاری مراسم 40 عزیزان اونها جلوگیری نکنه، چون بد دردیه. خودشون بهتر میدونن، میفهمن من دارم چی میگم. الان فاطمه معتمدآریا بازیگر آدم حسابی مملکت گفت قرار نیست هنرمند فرمان بردار بی هدف باشد، اگر اعتراض نکنیم هنرمند نیستیم. ما هم اینجا به احترام ایشون موزیکو قطع میکنیم و کلاهامونو از سرمون بر میداریم. حرف حق جواب نداره. و اینکه چند زندانی با حفر 32 کیلومتر تونل در اصفهان از زندان فرار کردند و ما به شرکت مترو تهران که سالانه 10 کیلومتر تونل می‌سازه پیشنهاد می‌کنیم این زندونی‌ها رو آقا پیدا کن استخدام کن، مگر که اینجوری حداقل کار مملکت پیش بره. آیت الله جوادی آملی گفته تا کارشون گیر می‌کنه به حجت الاسلام می‌گویند آیت الله. ما میگیم کجاشو دیدی؟ وقتی گیر کارشون وا میشه به همون آیت الله میگن خواص بی بصیرت. رفسنجانی هم گفت راه برون رفت از بحران انتخابات آزاد است و ما فکر کردیم بیچاره آزادی آقا که تا ملت تو حاکمیتن دارن پستشونو میخورن و کاری بهش ندارن، ولی همین که از دایره قدرت میان بیرون شروع میکنن سنگشو به سینه زدن، زخم میشه سینت. آی رفسنجانی نکن برادر من نکن. و اینکه آقا این جمهوری اسلامی در اختراع اسم حرف نداره، مثلا به رقص میگه حرکات موزون، ترانه شده سرود، بعد حجابی شده مانکن های خیابانی، به قاتلان روشنفکران و روزنامه‌نگاران میگن خود سر، حالا هم آخرین اختراع سگ و گربه خانگی شده دام کوچک. آقا ملت ایران، ما امشب یه ذره میخوایم بزنیم جاده خاکی، ولی ارزشش داره ملت.
ارزشو داره. یه سری آدمای تو ایران هستن، یعنی به وجود اومدن که آقا این بر اون بر سخنرانی میکنن، نمیدونم میان تو تلویزیون حرف میزنن، یه چیزای عجیب غریبی هم میگن، اصلا معلوم نیست که اینا کی هستند، اسمشون چیه، بچه کجان و چه عاملی باعث شده این جماعت سخنران عالم من است و بیشتر میفهمم تو باید به من گوش بدی به خودشون این اجازه رو بدن که بیان به دیگران بگن چه بکن چه نکن، چه جوری فکر کن چه جوری فکر نکن. و جالب تر اینکه یه گروه عمده ای از ملت ایران میشینن پای حرف صد تا یه قاز این آدم ها، میگی نه ببین این اولیش. سامان تو میشناسی اینو؟ اینو من نمیشناسم. این کیه؟ من نمیشناسم. آقا اول میگه مسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائلو، بعد یه جای دیگه میگه تو این نگهبان رو قبول نداری، مفسد فلعرضی، مفسد فلعرض حکمش اعدامه. بعد همین آدم که میخواست همه رو اعدام کنه بکشه، حالا شده این محجبه ها باید خوش اخلاقتر و بانشادتر از غیر محجبه ها باشن. آقا این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ این برو این بیا، این یکی آقا این چی میگه؟ سامان تو اینو میشناسی؟ اینو من نمیشناسم. این کیه؟ از جلو شاید، ولی از پشت تلویزیون نه. خلاصه ایشون میگه من که به شورش اینم طول سگ حسینم. شما رو به خودم این شعره یا لا اله الا زهرا، لا اله الا حسین، اینا کفر محضه، اینا شرک محضه، اینا آبرو شیعه رو میبره. همین نوار چهار تا مداح بی تربیت و فاصله گرفتی از علما. بله مداحان بی تربیتن. چرا؟ با ارگ رفتن مداحی میکنن. بعد خود شما خیلی آدم با تربیتی هستی. آره بگی مثلا زهرا جان امام زمان شعرش الان من بلد نیستم، مادر تو اهم مادر خوشگل تری ناز تری شما را به خود نخندی. حتی از این حرف هم زده. زنده باد خروس، زنده باد خروس. آقا این چی میگه؟ میدونی چرا؟ چون خروسه حیوانه ها، ولی با حیوانیش دمش کرد، آبرو هرچه مرد حفظ کرده. آقا باورتون میشه این چی داره میگه؟ بینشو میده جلو، جیلشو درست میکنه، تاجی درست میکنه، یک قوقلی قوقل میکنه، بالاشو باز میکنه، یه مانور رو بیتین دور مرغه میره، دومشو نشون میده، به مرغه میگه سینه رو عشق کن، صدا رو کف کن، قوقولی قوقولو ببین. و اینکه این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ تو برو، تو بیا. این ببینیم چی میگه. سامان اینو من دیگه واقعا نمیشناسم. اینو میشناسی؟ نه اگه اسمشم بدونم نمیشناسم. شما این آقا رو میشناسین؟ این چی میگه؟ کفش هایی برای خانم ها طراحی کردن که یک متر، یه متر که عذر میخوام، یه وجب پاشنه داره، واقعا در حد یک متر اون یک پاشنه‌شون. خدمت شما عرض بکنم پنجه پا شبیه و تشبه پیدا میکنه به جن، بازم به شکل سوم. ملت شما میدونین این کیه؟ من به خدا نمیدونم کیه، این چی داره میگه؟ بسیاری از این تیشرت ها من دارم نقش های پیچیده روشه، اینا تلسمه. شما اصلا فکر میکنین اصلا نیاز هست من الان زور بزنم طنز بنویسم الان؟ اعداد روی لباس ها خورده که اینا ابجد بعضی از شعارهای شیطانیه. بفرما. کلمه جین در انگلیسی یعنی جن. بازم خدمت شما. کلمه جین در انگلیسی یعنی جن. و اینکه این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ ایک. خب این خانم چی میگه؟ سامان اینو میشناسی؟ این خانم رو من واقعا نمیشناسم قیافش، ولی آشنا میزنه یه ذره. فکر از فامیلای احمدی‌نژاد. اینهاش. شب دوشنبه بود که تاکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره، این فرزند به گونه ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خداونده. آها. شب سه‌شنبه ویژگی خاصی که داشت این بود که شهید پروری میکرد. راست میگی؟ وقتی میگید که شب سه‌شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ آقا تو چجوری به خودت اجازه میدی که بیای مثلا شب پنجشنبه؟ طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار به ما میگن گاگول. ما اینجا نشستیم گاگول. گاگول نمیدونی یعنی چی؟ سامان اون فرهنگ ده خدا رو بده. اینم فرهنگ ده خدا. من الان بهتون میگم که در آیه ده خدا به گاگول یعنی چی.
ایشون میفرماید گاگول یعنی ابله. خیلی زودم پیدا کردم اینو. گاگول یعنی ابله، یعنی ما همه به قول آقای دهخدای مرحوم گاگول فرض شدیم. چون روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینه که فرد بیشترین دوری رو از طول موج‌های شیطانی خواهد داشت. باید باور کنیم دیگه، چون این خانم هم اینجوری به ما. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد. هنوز داره حرف میزنه؟ و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. و اینکه این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ یکی دیگه هم هست که من اصلا نمیشناسمش. تو میشناسی سامان اینا؟ نه، ولی ژانرش به نظر وحشت میاد. ایشون بعضی وقتا تند قاطی میکنه. اون چنان سیلی بر آنها نواخته میشه که از جاشون نمیتونن بلند شن. بعضی وقتا آروم قاطی میزنه. ای کاش رئیس جمهور محترم این نقدهای دلسوزانه را میپذیرفت. کار به اینجا نمیرسید که آقا مقام معظم رهبری اظهار نظر بفرماین. بعضی وقتا میشه قاضی شارع. یه جوری حرف نزنم که خروجی حرف من این باشه بد حجابها و بی حجابها بگن احسنت، مرحبا، آفرین، دل ما خنک شد. حرف ما همین یک کلمه است. بعضی وقتا میشه داروغه شهر. مجوز مشارکت را لغو کردید باریکلا. مجوز مجاهدین انقلاب را لغو کردید باریکلا. بعضی وقتا میشه مشاور خانواده. این آنتن ماهواره‌ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. بعضی وقتا ولی امر مسلمین جهانه. سران کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی به عنوان خائن باید محاکمه بشن. بعضی وقتا هم وزیر امور خارجه است. این روابط خلاف عرف دیپلماتیک در روابطه. بعضی وقتا هم بله، اگر بندگان خدا برن سراغ گناهان جدید، خدا هم بلاهای جدید به جانشون میریزه. و اینکه این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ این آخری هم قیافه خیلی عجیبی داره. من اصلا نمیدونم که ایرونیه. ایرونی تو؟ ایرونیه سامان، تو میشناسی اینو؟ این کیه؟ شما کی هستی آقا جون؟ میشناسی اینو سامان؟ قیافش خطریه. این آقا ظاهراً ببینیم چی میگه. من گفتم ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم. این آقا ظاهراً رئیس کله. مبادا دوست را با دشمن اشتباه کنید. یه جورایی مثل اینکه سند ملت به نامش خورده. هیچ تفسیر مادی از این انقلاب نمیشود کرد. رهبرش یک فقیه، یک فیلسوف، یک عالم بزرگ، یک روحانی معنوی است. آقا این خیلی 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 آدم مهمیه، خیلی زایه است که ما نمیشناسیمش. این خیلی بده بر برنامه ما واقعا. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخونم. نزدیک ایستگاه بود. این چی میگه؟ دشمنان ما به ما ثابت کردند که با اسلام مخالفند، اون هم با این چنین اسلامی، اسلام آبکی. اسلام آبکی؟ تو کار بیزینس اسلامی پس تو. مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. واو، بمبر دیدی ترکید؟ خیلی مهمه، یارو می‌خواستن بکشنش پس. مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنی، سکوت کنی. با اجازه من برم دستشویی برمیگردم. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. آخه قربونت برم الهی، چقدر تو مظلومی. این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ چرا صاحب اختیار ملت ایرانی جماعت، یعنی بعد از 250,000 سال سابقه تاریخی رسیده به این؟ ما که هیچ کدوم از این آدم ها رو نمیشناسیم، اما تو برو. ولی شما ملت اگر میشناسین به صفحه فیسبوک ما برید و بگید این آدم ها که دیدید کیان، چه ربطی به ما ایرانی ها دارند. دست شما درد نکنه. هو 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 پارازیت. خب مهمونه این هفته حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در فنلاند است. آقای علیزاده در اعتراض به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته از سمت خود استعفا و به جنبش اعتراضی مردم ایران پیوست. این شما و این هم حسین علیزاده، دیپلمات ایرانی که نتونست زورگویی دیکتاتور رو بپذیره و
خطر کرد. دیپلمات کیه؟ چیکار میکنه؟ والا مایل هستم که از حکیم ابوالقاسم فردوسی تعریفی رو برای دیپلمات بگم که شاید بهترین تعریفی که من براش میپسندم. میفرماید که فرستاده باید فرستاده ای، درون پرز مکر و برون ساده ای. پیاده فرستم تو را جنگ توس، که اسبت ستانی از اشک بوس. اگه شما بتونی با دست خالی بری در جبهه دشمن، اسبت رو که او رو بوده بگیری پس بیاری، اون ابزاری که، اون روشی که، اون کاری که شما انجام میدی بهش میگن دیپلماسی و به شما میگن دیپلمات. خب حالا در روش در دیپلماسی هم از ابزارهای مختلفی استفاده میشه که جاش دیگه اینجا نیستش. خب جناب علیزاده، شما چه مدتی دیپلمات بودید؟ یعنی تو همین کار اسب برگردونین، اسب رو بودن و این حرفا رو، یعنی چند سال تو این کار بودین؟ من تقریبا داشت نزدیک 22 سال میشدش که بعد استعفا دادم در سپتامبر سال گذشته 2010. اولین بار که وارد این کار شدید، از چه جناحی وارد این کار شدید؟ چه جناح سیاسی در ایران پای شما رو باز کرد به حکومت؟ نه جناحی نبودش. من انقلاب که شدش 13 سالم بود. بعدش هم خب سعی میکردم درس خون باشم و اون فضایی که به هر حال یادتونه دوران انقلاب و یه مقداری هم دوران جبهه و این چیزها. یعنی تو کدوم حکومت؟ تو کدوم دولت وارد حکومت شدی؟ من سال 68 سال 68 وارد کار استخدام رسمی وزارت خارجه شدم تا سال پیش. یعنی به هیچ جناح سیاسی در ایران وابسته نبودید؟ مثلا به آقای رفسنجانی یا آقای خامنه ای یا آقای خاتمی؟ نه مطلقا به هیچ کدوم وابسته نبودم. خودتون به کدوم نزدیکتر بودین؟ والا خب طیف‌های مختلفی آمدند و رفتن. الان بخوام بگم بایستی در هر زمانی رو باید میپرسیدید که در فلان زمان به کدوم نزدیکتر بودم، ولی اگر از من بپرسید، من دوران اصلاحات رو تقریبا میتونم بگم دوران شکوفایی سیاست خارجه ایران بوده، گرچه نمیگم دوران موفقیت تامه سیاست خارجه ایران، ولی دوران شکوفایی دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی بوده. بعد جناب علیزاده، شما بعد از این همه سال، 22 سال، این یک زمان خیلی طولانی است برای اینکه آدم توی یک حرفه باشه. بعد از این همه سال شما یک شب از خواب بیدار شدی گفتی امروز برم استعفا بدم؟ ولی نه، حقیقتش اینطور که نبود، یک شب از خواب نبوده. من اگه بخوام قصه رو براتون بگم واقعا زمان زیادی میبره. خب مهمترین عاملش چی بود؟ مهمترین عاملی که باعث شد شما این کار بکنید چی بود؟ ببین، بذار من اول اینو بگم در مورد شخصیت و کاراکتر خودم. به حال تحصیلاتی که من داشتم در فن رشته روابط بین الملل و بعداً شغلی که داشتم و بعد ارتباطات خارج از کشور و سفرهای متعدد و ارتباط با دنیای خارج، دید انسان رو از اون دید بسته‌ای که در ایران به شما تزریق میکنن در کلاس ها و مدارس و نمیدونم اینها کاملا عوض میکنه. میبینید دنیا چیز دیگه ایه. اولا این پروسه تغییر در من هم شکل گرفتش. اما خب بر نظامی کار میکردم، ارتزاق منم در همین شغل خودم بودش و طبیعتاً انتقادهایی رو به سیستم پیدا کردم. اما اینکه از سیستم دل ببرم، این برمیگرده به اولاً دو انتخاب آقای احمدی نژاد دور اول که بالکل من مایوس شدم از انتخاب همچین آدمی که حالا فکر میکنم خیلی‌ها با من هم نظر باشن. و بعد هرچه گذشت و این فضاحت امر بیشتر شد، کاملا دل بریدم. باور کنید من یادم یه مرتبه بایستی از طرف رئیس جمهور نامه رو تهیه میکردم، من زیر نامه درفتش رو اصلا به زورم اومدش بنویسم رئیس جمهور احمدی نژاد، فقط نشم رئیس جمهور بره برای تایپیست بنویسه احمدی نژاد، چون زورم میومد احمدی نژاد رئیس جمهور خودم بدونم. اون چهار سال اولیه و بعدا انتخابات هم که شما میدونید چه افتضاحی بالا اومدش. و مسئله استعفای من خدمتت بگم آقای حسینی، دقیقا برمیگرده به اون دورانی که
ماه رمضونی بودش که به منزل آقای کروبی حمله کردن در شبهای احیا، بالاخره ماه رمضان، خونه مردم، آپارتمان مسکونی با اسلحه بریزن، تیراندازی کنن، اون افتضاحی که راه انداخته بودن دیگه واقعا برای من کلافه کننده بودش. حالا گرچه بعد از انتخابات هم ما همینجا در هلسینکی صندوق رای داشتیم، من دیدم مردم در اینجا، آقای موسوی 5 برابر رای آورده بود و مسائل داخل ایران رو میدیدم، کشت و کشتار و شکنجه. دیگه روز عید فطر همون سال بودش که در واقع میشد معادل 13 سپتامبر 2010 بود که من دیگه واقعا تصمیم خودم گرفتم و اعلام کردم. ولی این پروسه مسئله یک شب نبود از ایکان بیز عزیز. جناب علیزاده، موضع شما در قبال ولایت فقیه در ایران چیست؟ ولایت فقیه به تاریخ پیوسته، تمام. شما، من به صریح میگم ولایت فقیه رو مثل اینکه افکار لنین و افکار مارکس و اینا رو دیگه در تاریخ بعد بخونیم، بعد بریم در تاریخ بگردیم پیداش بکنیم. حالا ببینید تو دنیای دیپلماسی یه نکته ای رو بگم خیلی جالبه، در دنیای دیپلماسی خیلی انسان ها میمیرند ولی بعدن دفن میشن، بعدن دفن میشن. من این رو از جمال عبدالناصر شنیدم، وقتی در سال 67 شکست خوردش ولی سر قدرت ایستاد، در سال 70 سکته قلبی که مردش، یک نفر محقق مصری گفتش که عبدالناصر در 67 مرد، در سال 1970 دفنش کردن. الان هم همینطور هستش، بسیاری از این دولت مردان ما که همه مرده هستن. آقای خامنه ای کی مرد؟ ببینیم کی دفن میشن. آقای خامنه ای چه سالی مرد؟ آقای خامنه ای به نظر من در بیماری، اگر فرض رو بر این بگین، در دوران بستر و گیراری و فلان اینها، تیر خلاص رو در 29 خرداد 88 به خودش زد و به نظام خودش. آقای علیزاده، من سوالهای فراوانی دارم از شما که در بخش اینترنتی برنامه از شما خواهم پرسید و ما در یوتیوب و فیسبوک خواهیم گذاشت. اینجا به رسم این برنامه شما میتونید 1 دقیقه با تماشاگران پارازیت صحبت کنید، این شما و این هم تماشاگران پارازیت. اجازه بدید به جای تماشاگران شما من خطابم به دولت مردان ایران باشه. آقای احمد اینجا یه حرف درست زد و اینکه ما در یک پیچ تاریخی هستیم، اما اون پیچ تاریخی رو چیز دیگه میفهمه و من چیز دیگه میخوام بگم. میخوام عرض کنم به دولت مردان ایران جمله بزرگی رو که ابراهام لینکلن به ملت خودش یاد دادش، و اون این که گفت A government of the people, by the people, for the people shall not perish from earth. کشوری که از برخواسته، حکومتی که برخواسته از مردمش باشه، در کنار مردمش باشه، با مردمش باشه، هرگز از صحنه روزگار محو نمیشه. اگر قاجار رو دیدیم رفت، اگر پهلوی رو دیدیم رفت، اگر اون فسادها رو در اون دربارها می دیدیم و امروز هم می بینیم، پس باید بدونیم که چنین حکومتی از صحنه زمین خواهد رفت، مگر اینکه بشینن واقعا علاج درمان بکنن. عرض من به دولت مردان این هستش که این ملت تحصیل کردن، بیش از 60% جوان داره این مملکت، بسیاری از اینها تحصیل کرده در حد لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هستند. با چنین ملتی با زبان زور نمیشه حرف زد. عرض من به شخص آیت الله خامنه ای هستش، دلائل قوی باید و منطقی، نه رگه های گردن به حجت قوی. هر هفته در صفحه فیسبوک پارازیت شما میتونید در رای گیری پارازیت شرکت کنید و شخصیت خوب برنامه رو انتخاب کنید. این هفته تماشاگران پارازیت مردم کردستان رو به عنوان شخصیت خوب این هفته انتخاب کرد. آقا داستان چیه؟ داستان اینه که کردها در اقدامی هماهنگ اعتصاب کردن و اعتراض خودشون رو به مناسبت ترور عبدالرحمن قاسملو که در سال 1368 سر میز مذاکره با ماموران جمهوری اسلامی ترور شد رو اعلام کردن. این اصلا به ما ربطی نداره، قاسملو بد بوده، خوب بوده، شما باش مخالفی، ما باش موافقیم، ما باش مخالفیم، شما باش موافقی، این اونجوری به این کار نداریم آقا جون.
ولی اینکه مردم کردستان و کردهای ایران ترور رو محکوم کردن و با حرکتی هماهنگ و بدون خشونت اعتراضشون رو به جمهوری اسلامی اعلام کردند دلیل انتخاب شخصیت خوب این هفته ما و تماشاگران پارازیت هستند. بعد این هفته آدمایی هستن که برای اینکه اجاره خونه‌شون رو بدن قبول کردن که برن تو خیابون به زن‌ها گیر بدن. این عکس رو نشون بده سامان. ایناش. آقا این عکس رو بده. آقا به خدا، به دین، به مذهب، اینکه ملت راحت باشن چی بپوشن به اسلام ضربه نمیزنه. اصلا یه ذره موی کسی دیده بشه اسلام به خدا به خطر نمیفته. اینکه شما ریختین تو خیابون و به نام اسلام دارین ملت رو آزار میدین اسلامو به خطر میندازه. جمهوری اسلامی اسلامو به خطر انداخته با شکنجه و قتل و زندان و نسل کشی به نام اسلام. اینکه وسط گرمای تابستون یکی چادرش یه ذره مثلا عقب‌تر یا موهاش دیده شده ربطی به اسلام نداره، به گرمای هوا ارتباط داره، نه به اسلام. خودتو، ما رو، ملتی رو گیر آوردین 30 و چند ساله و فکر میکنید که ما همه دور از جون غریب. شخصیت بعد هفته ماموران برقراری بی‌امنی در سطح شهر تهران و شهرستان‌ها، کسانی که به زور طالبانی قصد برقراری اسلامی را دارند که ربطی به اسلام ندارد. آقا شخصیت زشت این هفته وزیر بهداشت آقای احمدی نژاد، چرا که با وجود وضعیت اسفباری که بهداشت در ایران داره هنوز در عین بی‌لیاقتی استعفا نداده و تازه از خبرنگار میخواد که بهش در بهتر شدن وزارت بهداشت کمک کنه، برنامه بده، فلان کنه. ایناش اکیپاشونو بفرستن برن بیمارستانا رو بازدید کنن با دید خودشون، با دید مردم، اشکالاتو از دید مردم بگیرن. بعد که شما تشریف بردید، بعد که شما اولتیماتوم دادید، بعد از یک زمانی برن ببینن آیا چه اتفاقی افتاده، چه تغییری اونجا اتفاق افتاده. خانم محترم، شما رو گشتن اونجا وزیر بهداشت، دکتری شما، وزیر بهداشتی، گشتن اونجا که کارت هم اینه که یه برنامه‌ای داشته باشی که مردم تو بیمارستان‌ها بهشون سرویس داده بشه، مثلا راحت‌تر باشه. نه اینکه به خبرنگار میگی برو شما آیه خبرنگار ببین چه خبره، بیا به من بگو من درستش کنم. اون اگه دکتر بود بدبخت خبرنگار نبود، و اگر میخواست اصلا اون کاری که تو میخوای بکنی بکنه، این کاری که الان میکنه نمیکرد. وضعیت الان بیمارستانات هم که اینجوریه. چرا یه ساعت معطل شدی؟ برای اینکه یک ساعت پیش تا حالا شروع کردن تو اورژانس دارن ملافه پخش میکنن، دارن تمام اورژانس رو میرسن، تمام لباس یه دست کشیدن. چند دقیقه که ما معطل بودیم دقیقا من تو مریضم توی اورژانس، یه دفعه اومدن یه ملافه های آبی پخش کردن، لباس ها رو شروع کردن و عوض کردن، ملافه های یه دست. حالتون خوبه؟ خوب است. الان تمیز میکنم. نه مریض داشتیم اینجا. آقا بگیم به قرآن خیلی بد رفتار میکنن، این چه برخوردیه؟ آقا برو کنار. چه خبره؟ برخوردتون خوبه؟ اعصابم خورده. بیمارتون کجاست؟ اینجا افتاده. الان 800 900 اینجاست. میگه 20000 تومان اورژانس فهمی که نگاه کنه. اصلا چی به تو گفته 20000؟ تو جواب میده، کسی جواب نمیده که. این بیمارا رو خودتون این ور میکنید. بله. و تا زمانی که شما داری امام زمانی اون وزارت خونه رو اداره میکنی، همین آشو همین کاسه. مردم چه گناهی کردن که باید باهاشون تو بیمارستان اونجوری بد برخورد بشه؟ خانم وزیر بهداشت، ببین بین خودم و خودت، آقا جون این کاره نیستی، نخواهی شد، از اولش هم نبودی بابا، به خدا نبودی. برو پیش احمدی نژاد، حالا امشب نه، مثلا فکر کن راجبش، برفر من فکر کن، من به خاطر خودت میگم، فکر کن حالا تا صبح، فردا، زن بزن به احمدی نژاد، بگو آقا جون من به خاطر جان و بهداشت مردم استعفا میدم. بده بره. دیرم شده تازه. دیرم شده، همون زمانی که آمبولانست بیمارتو تو بیابون ول کرد، همون موقع باید استعفا میدادی. چوب خطت خیلی وقت پر شده آبجی. شخصیت زشت هفته مرضیه وحید دستجردی، وزیر بی بهداشتی دولت دهم، که خودش هفته یه بار حموم نمیره، بعد میخواد بهداشت درست کنه برای ما. بینندگان عزیز ارجمند، این بود برنامه این هفته پارازیت. من سمر اربابی هم. من کامیز حسینی هستم و فکر میکنم چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنیم. چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنیم. نفتیر اگر چنین چه تدبیر
تدبیر کنی، چاره جز اینه که ناله شب گیر کنی، چون تقدیر چنین چه تدبیر کنی.